ادامه حکمرانی آل ثانی در قطر. و اننی اليوم اخاطبكم كي اعلن انني اسلم مقاليد الحكم للشيخ تميم بن حمد آل ثانی. با انجام این مصاحبه تلویزیونی پسر جانشین پدر شد بدون آنکه انتخاباتی برگزار شود و یا نظر مردم خواسته شود. برای بسیاری این اتفاق تکرار حادثه 18 سال پیش بود، زمانی که شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی در کودتای خانوادگی قدرت را از پدر تصاحب کرد. قطر میزبان بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در خلیج فارس است. اما على المستوى الخارجي الذي تريد الولايات المتحده الامريكيه حمايته. مسئله مهم برای امریکا حفظ پایگاه نظامیش در قطره. واشنگتن میخواد قطر با چهره جدید به رویکرد خصمانه خود علیه ملت عربی و اسلامی ادامه بده. I'm not sure that we're going to see, you know, fundamental changes. For example, Qatar. به نظر نمیرسه تغییر عمده‌ای در سیاست خارجی قطر مشاهده بشه و از امریکا فاصله بگیره. قطر همچنان متحد مهم امریکا در منطقه باقی میمونه. شیخ حمد در این سالها کوشید مجری سیاست‌های امریکا در منطقه باشد. قطر اولین کشوری بود که به اسرائیل مجوز دفتر تجاری داد. انتقال قدرت در قطر ارتباط مستقیم با ناکامی‌های شورشیان مسلح در سوریه دارد. بسیاری انتقال قدرت را پیامد شکست‌های محور غربی عربی به فرماندهی آمریکا در جنگ سوریه ارزیابی می‌کنند. به خصوص آنکه انتقال قدرت در قطر پس از دیدارهای جان کری با پدر و پسر انجام گرفت. قطر مأموریتی داشت اینکه از جریان‌های اخوانی و سلفی در سطح منطقه حمایت بکنه. بله. بالاترین میزان حمایت در سوریه انجام گرفت که قطر میلیاردها دلار سرمایه گذاری کرد، سلاح تأمین کرد، جابجایی افراد تکفیری را قطر و عربستان با هم انجام دادند. الان یک رویکرد جدیدی بر سیاست منطقه آمریکا حاکمه. آمریکا دنبال ژنو دو هست. آقای کری وزیر خارجه آمریکا به قطر ابلاغ کرده یک سیاست جدیدی در پیشه و آمریکا دنبال تغییر سیاست‌های خودش در منطقه تا اینکه بتونه به شرق آسیا بره. این تغییر احتمالاً در جهت آماده سازی قطر برای ایفای نقش جدید متناسب با سیاست‌های منطقه‌ای آمریکاست. الامیر جدید مقبول سعودیا و مقبول امریکا. امیر جدید قطر از نظر عربستان و آمریکا قابل قبوله. نشانه هایی وجود داره که جابجایی قدرت به نقش قطر در انقلاب های عربی ارتباط داره. دموکرات ترین انتقال قدرت اصطلاحی بود که امروز رسانه هایی همچون الجزیره به این انتقال قدرت خانوادگی نامگذاری کردند. قطر به این خلاصه شده: پدر بزرگ، پدر و نوه، که فقط 180 کیلومتر طول و 80 کیلومتر عرض داره و جمعیتش در زمان به حکومت رسیدن شیخ حمد آل خلیفه بن ثانی در حدود 600 هزار نفر بود. در طی این کمتر از 20 سال به یک قدرت اقتصادی و سیاسی با نفوذ در خاورمیانه تبدیل شده. علی عطار از روند توسعه قطر در سالهای گذشته گزارش می‌دهد. 17 سال پیش وقتی هنوز جوانه های بهار عربی برای بسیاری قابل دیدن نبود، کشور قطر با راه اندازی یک شبکه تلویزیونی به زبان عربی در بین مردم عرب زبان جهان و بخش بزرگی از مسلمانان سری بین سرها شد. وقتی بعد از حوادث 11 سپتامبر تلویزیون الجزیره مصاحبه ای از بن لادن پخش کرد، آوازه اش در جهان رسانه ای از غرب تا شرق پیچید و شهره شد. همه اینها به برکت ذخیره های عظیم زیرزمینی انرژی و همت امیری که تقریبا همزمان با راه اندازی این تلویزیون کشور را از پدرش گرفت تا آن را به راهی نو هدایت کند. قطر که مثل کشورهای دیگر حاشیه خلیج فارس ساختاری سنتی داشت، از آن زمان تا به امروز به کشوری با اهمیت تر و با نفوذ تر در منطقه خلیج فارس و در جهان عرب تبدیل شده است. اگرچه یکی از روزنامه‌های ایران همین چندی پیش آن را ریز دولتی در جنوب خلیج فارس خوانده که به اندازه درخت‌های تهران عمر ندارد. با شروع بهار عربی در تونس و ادامه آن در مصر و لیبی و یمن و سوریه و بحرین، تلویزیون الجزیره هر روز نقشی مهمتر و محبوبیتی بیشتر در بین مردم خاورمیانه و شمال آفریقا پیدا کرد. اما دولت قطر هم در کنار تلویزیونی که سالانه صدها میلیون دلار برایش خرج می‌کند، نفوذ سیاسی و اقتصادی خود را در کشورهای درگیر در بهار عربی گسترش داد.
در زمان درگیری‌های لیبی، قطر اولین کشور عربی بود که مخالفان مسلح دولت قذافی را به رسمیت شناخت و با آنها قرارداد نفتی بست. امیر قطر سال گذشته از غزه دیدار کرد و یک پروژه خانه‌سازی را که با کمک مالی آن کشور راه اندازی شده بود، افتتاح کرد. دوحه همچنین میزبان چندین نشست مخالفان مسلح دولت سوریه بود که در کنار رفت و آمد سیاستمداران غربی به قطر برگزار شده است. همچنین گروه طالبان به تازگی دفتر خود را در دوحه باز کرده و قطر می‌رود تا میانجی صلح در افغانستان باشد. دولت قطر در زمان شیخ حمد خلیفه بن آل ثانی هم با آمریکا روابط خوب دارد، هم از ایران دور نشده، هم با اسرائیل روابط تجاری قوی دارد، هم میزبان فلسطینی هاست، هم مهماندار طالبان بسیار سنتی است و هم از حضور خارجی ها که بیش از 80% از جمعیت آن کشور را تشکیل میدهند استقبال میکند. امیر قطر زمانی در عکس العمل به بهار عربی گفته بود برای مردم قطر تنها ثبات و ثروت مهم است. بهار قطری خیلی قبل از بهار عربی شروع شده و گفته بود ما حالا داریم از مردمی حمایت میکنیم که به دنبال عدالت و کرامت انسانی هستند. حالا باید دید این شکوفه های بهار قطری آنطور که شیخ حمد نامیده بود در دستان شیخ تمیم 33 ساله به میوه می نشیند. علی عطار، بی بی سی. ادامه حکمرانی آل ثانی در قطر. و اننی اليوم اخاطبكم كي اعلن انني اسلم مقاليد الحكم للشيخ تميم بن حمد آل ثانی. با انجام این مصاحبه تلویزیونی، پسر جانشین پدر شد بدون آنکه انتخاباتی برگزار شود و یا نظر مردم خواسته شود. برای بسیاری این اتفاق تکرار حادثه 18 سال پیش بود، زمانی که شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی در کودتای خانوادگی قدرت را از پدر تصاحب کرد. قطر میزبان بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در خلیج فارس است. اما على المستوى الخارجي الذي تريد الولايات المتحده الامريكيه حمايته. مسئله مهم برای امریکا حفظ پایگاه نظامیش در قطره. واشنگتن میخواد قطر با چهره جدید به رویکرد خصمانه خود علیه ملت عربی و اسلامی ادامه بده. I'm not sure that we're going to see, you know, fundamental changes. For example, Qatar. به نظر نمیرسه تغییر عمده‌ای در سیاست خارجی قطر مشاهده بشه و از امریکا فاصله بگیره. قطر همچنان متحد مهم امریکا در منطقه باقی میمونه. شیخ حمد در این سالها کوشید مجری سیاست‌های آمریکا در منطقه باشد. قطر اولین کشوری بود که به اسرائیل مجوز دفتر تجاری داد. انتقال قدرت در قطر ارتباط مستقیم با ناکامی‌های شورشیان مسلح در سوریه دارد. بسیاری انتقال قدرت را پیامد شکست‌های محور غربی عربی به فرماندهی آمریکا در جنگ سوریه ارزیابی می‌کنند. به خصوص آنکه انتقال قدرت در قطر پس از دیدارهای جان کری با پدر و پسر انجام گرفت. قطر مأموریتی داشت اینکه از جریان‌های اخوانی و سلفی در سطح منطقه حمایت بکنه. بالاترین میزان حمایت در سوریه انجام گرفت که قطر میلیاردها دلار سرمایه گذاری کرد، سلاح تأمین کرد، جابجایی افراد تکفیری را قطر و عربستان با هم انجام دادند. الان یک رویکرد جدیدی بر سیاست منطقه آمریکا حاکمه. آمریکا دنبال ژنو دو هست. آقای کری وزیر خارجه آمریکا به قطر ابلاغ کرده یک سیاست جدیدی در پیشه و آمریکا دنبال تغییر سیاست‌های خودش در منطقه تا اینکه بتونه به شرق آسیا بره. این تغییر احتمالاً در جهت آماده سازی قطر برای ایفای نقش جدید متناسب با سیاست‌های منطقه‌ای آمریکاست. الامیر الجدید مقبول سعودیا و مقبول امریکیا. امیر جدید قطر از نظر عربستان و آمریکا قابل قبوله. نشانه‌هایی وجود داره که جابجایی قدرت به نقش قطر در انقلاب‌های عربی ارتباط داره. دموکرات‌ترین انتقال قدرت اصطلاحی بود که امروز رسانه‌هایی همچون الجزیره به این انتقال قدرت خانوادگی نامگذاری کردند. قطر به این خلاصه شده: پدر بزرگ، پدر و نوه. که فقط 180 کیلومتر طول و 80 کیلومتر عرض داره و جمعیتش در زمان به حکومت رسیدن شیخ حمد آل خلیفه بن ثانی در حدود 600 هزار نفر بود. در طی این کمتر از 20 سال به یک قدرت اقتصادی و سیاسی با نفوذ در خاورمیانه تبدیل شده. علی عطار از روند توسعه قطر در سالهای گذشته گزارش میدهد.
17 سال پیش وقتی هنوز جوانه های بهار عربی برای بسیاری قابل دیدن نبود، کشور قطر با راه اندازی یک شبکه تلویزیونی به زبان عربی در بین مردم عرب زبان جهان و بخش بزرگی از مسلمانان سری بین سرها شد. وقتی بعد از حوادث 11 سپتامبر تلویزیون الجزیره مصاحبه ای از بن لادن پخش کرد، آوازه اش در جهان رسانه ای از غرب تا شرق پیچید و شهره شد. همه اینها به برکت ذخیره های عظیم زیرزمینی انرژی و همت امیری که تقریبا همزمان با راه اندازی این تلویزیون کشور را از پدرش گرفت تا آن را به راهی نو هدایت کند. قطر که مثل کشورهای دیگر حاشیه خلیج فارس ساختاری سنتی داشت، از آن زمان تا به امروز به کشوری با اهمیت تر و با نفوذ تر در منطقه خلیج فارس و در جهان عرب تبدیل شده است. اگرچه یکی از روزنامه‌های ایران همین چندی پیش آن را ریز دولتی در جنوب خلیج فارس خوانده که به اندازه درخت‌های تهران عمر ندارد. با شروع بهار عربی در تونس و ادامه آن در مصر و لیبی و یمن و سوریه و بحرین، تلویزیون الجزیره هر روز نقشی مهمتر و محبوبیتی بیشتر در بین مردم خاورمیانه و شمال آفریقا پیدا کرد. اما دولت قطر هم در کنار تلویزیونی که سالانه صدها میلیون دلار برایش خرج می‌کند، نفوذ سیاسی و اقتصادی خود را در کشورهای درگیر در بهار عربی گسترش داد. در زمان درگیری‌های لیبی، قطر اولین کشور عربی بود که مخالفان مسلح دولت قذافی را به رسمیت شناخت و با آنها قرارداد نفتی بست. امیر قطر سال گذشته از قزده دیدار کرد و یک پروژه خانه‌سازی را که با کمک مالی آن کشور راه اندازی شده بود، افتتاح کرد. دوحه همچنین میزبان چندین نشست مخالفان مسلح دولت سوریه بود که در کنار رفت و آمد سیاستمداران غربی به قطر برگزار شده است. همچنین گروه طالبان به تازگی دفتر خود را در دوحه باز کرده و قطر می رود تا میانجی صلح در افغانستان باشد. دولت قطر در زمان شیخ حمد خلیفه بن آل ثانی هم با آمریکا روابط خوب دارد، هم از ایران دور نشده، هم با اسرائیل روابط تجاری قوی دارد، هم میزبان فلسطینی هاست، هم مهماندار طالبان بسیار سنتی است و هم از حضور خارجی ها که بیش از 80% از جمعیت آن کشور را تشکیل می دهند استقبال می کند. امیر قطر زمانی در عکس العمل به بهار عربی گفته بود برای مردم قطر تنها ثبات و ثروت مهم است. بهار قطری خیلی قبل از بهار عربی شروع شده و گفته بود ما حالا داریم از مردمی حمایت می کنیم که به دنبال عدالت و کرامت انسانی هستند. حالا باید دید این شکوفه های بهار قطری آنطور که شیخ حمد نامیده بود در دستان شیخ تمیم 33 ساله به میوه می نشیند. علی عطار، بی بی سی.